نحوه صحبت با دختر مهمترین چیزی هست که شما باید به اون توجه داشته باشید و مهم نیست که رابطه شما در چه مرحله‌ای باشه، اما اینکه چطور باید با دوست دخترمون صحبت کنیم یا به قول معروف مخ دختری رو بزنیم. در این ویدیو برای شما عزیزان طرز صحبت کردن با دوست دختر خود را به شما یاد میدیم. بعد دیدن این ویدیو با من رکسانه افشار همراه شوید. قبل از شنیدن سخنان دوست دخترتون و قبل از اینکه خودتون شروع به صحبت کنید، حتما فکر کنید. به دقت در مورد اون چیزی که میخواید در موردش صحبت کنید فکر کنید. اگه او از شما سوالی پرسید، قبل از جواب دادن به او چند ثانیه حتما مکث کنید. سعی کنید که با احترام حرف بزنید. استفاده از کلمات و لحن صحبت مناسب میتونه بهترین روش شروع صحبت با دختر باشه. احساسات دوست دخترتون رو تایید کنید. وقتی با اون صحبت میکنید در وضعیت مناسبی قرار بگیرید. مثلا قوز نکنید و به اون خیره نشید. از این گونه تماسهای چشمی بپرهیزید. توجه کاملتون رو به اون نشون بدید. برای حرف زدن با دختر مورد نظرتون عجله نکنید. برای داشتن یک رابطه قوی شما نیاز به صرف زمان بیشتری دارید و نباید در این مورد عجله کنید. شما باید بر روی مهارت حرف زدن با دختر مورد نظر خودتون زمان زیادی رو صرف و با ایجاد خاطرات در ذهن یکدیگر رابطه خودتون رو قوی تر کنید. همین مسئله به شما کمک میکنه تا موضوعات صحبت با دوست دختر خودتون رو به راحتی پیدا کنید. چون هرچه بیشتر برای شناختن یکدیگر زمان بذارید، بهتر همدیگر رو میتونید درک کنید. برای شروع صحبت با دختر مورد نظرتون میتونید از توصیف خودتون شروع کنید. یک روش شروع صحبت با دختر در ابتدای دوستی استفاده از عبارات توصیفی خودتون هست. شما میتونید با یادآوری تجربیات مشترکتون شروع به صحبت کردن بکنید یا هر کاری که در طول روز انجام دادید، یا از برنامه‌های آخر هفته یکدیگر سوال کنید. بحث‌های کوچیک روزمره رابطه شما با دوست دخترتون رو قوی‌تر خواهد کرد. سعی کنید که آرامش خودتون رو حفظ کنید. اگر احساس استرس به شما دست داده، کمی به خودتون زمان بدین تا آرامش خودتون رو به دست بیارید. به نشانهای استرس در خودتون توجه کنید. توی دلتون خالی شده، گلوتون خشک شده، صداتون میلرزه. اگر این حالت رو در خودتون احساس کردین، باید استرس رو از بدنتون دور کنید. میتونید کمی قدم بزنید و نفس عمیق بکشید. روش‌های سالم بازگرداندن آرامش به بدن خودتون رو میتونید پیدا کنید. نفس‌های آرام و عمیق بکشید تا استرس از شما دور بشه. هوا رو به مدت 4 ثانیه از بین خودتون به داخل بکشید، 1 تا 2 ثانیه اون رو نگه دارید و سپس به مدت 4 ثانیه اون رو از دهان خودتون خارج کنید. اگه تا حالا با اون صحبت نکردین، حتما اول خودتون رو معرفی کنید. در هنگام معرفی ابتدا نام خودتون رو بگید و بعد نام اون رو میتونید بپرسید. با اون ارتباط چشمی برقرار کنید و تا جایی که ممکن هست رو در روی او باشید. شروع کردن یک رابطه جدید برای بسیاری از افراد کار سخت و دلهره آوری هست. به این موضوع توجه داشته باشین که ممکنه دختری که قصد صحبت با اون رو دارید به اندازه شما مضطرب باشه. پس بهتره در هنگام شروع صحبت با هر دختری اعتماد به نفس خودتون رو حفظ کنید. یک موضوع خوب رو برای صحبت کردن انتخاب کنید و راحت و سرزنده باشید. در حین صحبت کردن با دختر مقابل خودتون مهربان و مؤدب باشید. اگه چیزی گفت که شما اون رو به خود گرفتید، هرگز عکس العمل بدی نشون ندید، بلکه موضوع صحبت رو عوض کرده و کمی طنز و شوخی به اون اضافه کنید. لبخند زدن یک روش بسیار راحت برای دوست داشتنی بودن هست. لبخند زدن نشون میده که شما رفتاری دوستانه و صمیمی دارید. در لبخند زدن هم افراط نکنید، چون مصنوعی به نظر میرسید. فقط در زمان مناسب لبخند بزنید. مثلا هنگامی که به سمت اون میرین تا صحبت رو شروع کنید، هنگامی که چیز با مزه ای میگید و هنگامی که میخواد نسبت به موضوعی ابراز علاقه و توجه کنید. هرگز وسط حرف دختر مقابلتون نپرید و سعی نکنید که به بحث مسلط بشین. هرگز از کلمات خشن یا رکیک استفاده نکنید. حواس خود رو بر صحبتاتون متمرکز کنید. حتی اگه تلفنتون زنگ زد یا پیغامی براتون اومد، از شوخی‌های جهت‌آور و موضوعات توهین‌آمیز خودداری کنید تا صحبتتون خوب و دلنشین پیش بره. از موضوعات بحث برانگیز و ناراحت کننده بپرهیزید. مثل اینکه مثلا جزئیات بیماری رو بگید، وزن طرف مقابلتون رو بگید، مشکلات مالی و خیلی چیزایی که بد هستن ازشون خودداری کنید.
از او میتونید سوال کنید. وقتی چیز با مزه میگه بخندید و خودتون رو کاملا با صحبت‌های او درگیر کنید. اگه مدام در مورد خود صحبت کنید، حوصله دختر مقابلتون سر میره. مهمترین کاری که میتونید در هنگام صحبت کردن با دختر مورد علاقتون انجام بدید، این هستش که بر گوش دادن به حرفای او و فهمیدن صحیح اونها تمرکز کنید. اگه مثلا یک دختر احساس کنه که در حال پوز دادن و به رخ کشیدن چیزایی که دارید یا کاری که انجام دادید هستین، خیلی سریع از شما زده خواهد شد. همچنین پوز دادن میتونه نشانه عدم اعتماد به نفس ذهنی شما و تمایلتون به تحسین شدن و مورد تایید قرار گرفتن توسط دیگران باشد. ارتباط چشمی خوبی داشته باشید. ارتباط چشمی یکی از بهترین روش‌های نشان دادن علاقه شما به دختر و صحبت‌های مورد نظر او هست. ارتباط چشمی خوب همچنین به معنی اعتماد به نفس و پذیرا بودن شما هست. اگر ارتباط چشمی خوبی برقرار نکنید، ممکنه دختر مقابلتون فکر کنه که حواستون به اون نیست یا مضطرب هستید. اگر دختر مورد نظر شما از تعامل با شما لذت میبره، صحبت کردنتون رو ادامه بدید. اما اگه فکر میکنید معذب هست، نگاش رو برمیگردونه یا به سوالات شما پاسخهای کوتاه میده، شاید باید صحبت کردن رو به زمان دیگه موکول کنید. اگر نشانه های خجالت یا استراب رو درون دیدید، با پرسیدن سوالات در مورد او یا شوخی کردن و سبک کردن فضا به او احساس آرامش و راحتی بدید. مطرح کردن موضوعات سبک در شروع کار به این معنی نیست که باید موضوعات کسل کننده و حوصله سربر رو پیش بکشید. یعنی برای اجتناب از بحث‌های شخصی لازم نیست موضوع آب و هوا رو پیش بکشید، مگر اینکه دختر مقابل شما واقعا به موضوع آب و هوا علاقه‌مند باشه. بذارید بحث خودش پیش بره. بعضی وقتا بحث بین دو نفر گل انداخته و خیلی سریع‌تر از معمول مسائل رو بین خودشون باز می‌کنند. اگر دختر مقابلتون به شما اعتماد کرد و مسائل شخصیش رو مطرح کرد، شما هم می‌تونید کمی بازتر بحث رو ادامه بدید. وقتی دختر مقابل شما صحبت میکنه، با دقت به صحبتهای او گوش بدین. دختر از پسری که به حرفاشون توجه میکنن خوششون میاد. با تکون دادن سر به نشانه تایید، گفتن کلمات بله و نه و همچنین پاسخ دادن به سوالات او نشون بدید که به صحبتهاش گوش میدید. هر از چنگایی در پاسخ به صحبتها جملاتو رو دقیقا تکرار کنین تا به او نشون بدید که به گفتهاش گوش میدید. برای اینکه نشون بدید بهش اهمیت میدید، باید از جنبه‌های از ظاهر یا شخصیتش تعریف کنید، اما تعریف کردنتون نباید به نحوی باشه که او رو معذب کنه. اگر از موسیقی که گوش میده یا کتابایی که میخونه خوشتون میاد، به اون بگید که سلیقه خوبی داره. تعریف کردن از لباس‌ها، مدل مو یا جوارتش نشسگاری نداره، اما نباید به نحوی باشه که او احساس کنه شما بیشتر به ظاهرش اهمیت میدین تا شخصیت و افکارش. اگه میخواین از ظاهرش تعریف کنید، از لباس، مو یا حداکثر در مواقع خاص چشماش فراتر نرید. اگر به دختری که هنوز فامیلش رو هم نمیدونید بگید اندام بسیار زیبایی داره، احتمالا خیلی از شما دور خواهد شد. اگر زیبا میخنده، این موضوع رو میتونید بهش بگید. بهتره با دخترها در مورد مسائلی که ممکنه به خودشون بگیرن شوخی نکنید. مثلا وزنشون، قیافشون یا سطح هوششون. سعی کنید در زمانی که هنوز رو به خوبی نشناختید چیزی نگید که احتمال میدید که از اون برداشت بدی داشته باشه. اگه در اول ارتباط جوری رفتار کنید که به او بر بخوره، دیگه خیلی به سختی میتونید موضوع رو حل و فصل کنید. جنبه اعتیاد رو هم رعایت کنید. هرگز با او شوخی نکنید، مگر اینکه مطمئن باشین شوخی شما رو خواهد فهمید. بذارید او پیش قدم بشه. اگر مدتی هست که با شما شوخی میکنه، شما هم میتونید سر شوخی رو باش باز کنید. فقط حتما سطح شوخی های خودتون رو با سطح شوخی های اون تنظیم کنید. اگه جوکی گفتین و اون نخندید، به اون نشون بدید که خیلی هم جدی نگرفتید. مثلا به شوخی بگین چرا این جوک رو به هر کی میگم افسرده میشه و خیلی چیزای این دیگه، و احتمالا این حرف شما باعث خندش خواهد شد. وقتی او یک حرف با مزه میزنه، فقط نگید چه با مزه، با او بخندید و یا در جواب او یک حرف خنده‌دارتر بزنید. اکثر دخترها از پسرها که اونها رو میخندونن خوششون میاد. از نشون دادن حس شوخ طبعی خودتون نترسید و او رو بخندونید. اما مواظب باشین در همون ابتدا بی ملاحظگی یا بی ادبی به نظر نرسید. نباید از همون ابتدا شروع به جو گفتن کنید، بلکه میتونید با گفتن تیکه‌های هوشمندانه، پاسخ دادن به جوک‌های و جوک‌های دیگه و بیان مطالب از دیدگاه‌های متفاوت و جالب نظر دختر مقابلتون رو جلب کنید. دوستان عزیزم، اگه اولین بار به این کانال سر میزنید، حتما عضو این کانال بشین و با لایک ها و کامنتتون کانال رو حمایت کنید. و اگر هم ویدیو رو دوست داشتین، فراموش نکنید که لایک کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.